درود، همراه شما هستیم در ایندیپندنت فارسی با مصاحبه با امیر حسین میراسمایلی، همکارمون در تحلیلی ورزشی ایندیپندنت فارسی، درباره فوت پله، اسطوره فوتبال جهان. امیر حسین، خیلی خوش آمدی به این گفتگو. برای ما از این بازیکن بگو و چرا پله در تاریخ فوتبال به عنوان یک اسطوره میشناسنش؟ درود بر شما و همه مخاطبان ایندیپندنت فارسی. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، ملقب به پله، در سن 82 سالگی فوت کرد. خیلی بازیکن بزرگی بود. تنها بازیکنی هست در تاریخ فوتبال دنیا که 3 بار همراه با تیم ملی کشورش که برزیل قهرمان جام جهانی شده. هیچ بازیکن دیگه‌ای به نزدیکی ایشون هم نرسیده. به گمان خیلی از اهالی فوتبال، ایشون برترین بازیکن تاریخ فوتبال دنیا هست. 100 سال اخیر که اصلا فوتبال به صورت حرفه‌ای پدید اومد. پله خیلی بازیکن خوبی بود. فیلم هایی که از بازیهاش و گلهاش هست نشون میده که با چپ و راست هم شوت میزد، هم پاس میداد و هم گل میزد و هدزن بود، دریبزن خیلی خوبی بود و همه مشخصات یک بازیکن کامل رو در فوتبال داشت. و خب میدونیم که رکوردهای شخصی و تیمی خیلی زیادی هم کسب کرده که بعید بازیکنی نزدیکش بشه. به گمان برخی، خب در سالهای اخیر که معتقد هستن که لیونل مسی برترین بازیکن تاریخ فوتباله، اون هم به خاطر اینکه خب برخی ها معتقدن که شاید کیفیت فوتبال در زمان پله مثل الان بالا نبوده، اما خیلی های دیگه هم مخصوصا کارشناسان فیفا که پله رو به عنوان به همراه مارادونا دو تا بازیکن برتر رو معرفی کردن، این دو نفر بودن، معتقدن که پله اگر در حال حاضر هم در فوتبال دنیا بازی میکرد، یعنی دیرتر به دنیا میومد، باز هم یک ابر ستاره بود. پله در سال 1958 اگر اشتباه نکنم، بله در سال 1958، 1962 و 1970 با تیم ملی برزیل قهرمان جهان شد. و جالبه بدونیم که 1958 فینال گل زد، 1970 هم فینال گل زد. بازم تنها بازیکنی در تاریخ فوتبال دنیا که در دو تا فینال گل زده. و خیلی نکته مهمی درباره پله این استمرارشه و اینکه ناامید نشد. در سال 1962 جام جهانی بعد از دو تا بازی مصدوم میشه و میره کنار. 1966 جام جهانی رو به خاطر مصدومیت از دست میده، اما 1970 در 30 سالگی دوباره با قدرت برمیگرده و اون گل تو فینال جلوی ایتالیا میزنه و باعث میشه که تیمش برزیل قهرمان بشه. بعد از و اینکه تمام سالهای فوتبالش هم متعهد بود به تیم باشگاهی خودش سانتوس در برزیل، اگرچه سالهای آخرش رو به آمریکا مهاجرت کرد. اون سالها هم همیشه بهترین بازیکن دنیا رو از اروپا انتخاب میکردن و به خاطر اینکه ایشون در اروپا بازی میکرده انتخاب نمی شده. اما خب در سال 1999 و 2000 مجله فرانس فوتبال، فیفا و همچنین رکوردهای گینس که به سرشماری گل‌ها و پاس گل‌های این بازیکن پرداختن، ایشون رو به عنوان بهترین بازیکن قرن انتخاب کردن. پله بعد از دوران فوتبالش هم مدتی وزیر ورزش برزیل بود و همه جوره، اگرچه که زندگی شخصی پرحاشیه‌ای هم داشت، سفر کرد، اما بسیار بازیکن با کیفیتی بود و بدون شک، اگر نگیم به طور قطع بهترین بازیکن تاریخ فوتبال، اما بدون شک جزو 3 بازیکن برتر فوتبال تاریخ که به زعم من در کنار دیگو آرماندو مارادونا و لیونل مسی خواهد بود. پس معتقدی که از بازیکن‌های سابق و فعلی در کنار این افراد قرار خواهد گرفت پله، درسته؟ بله درسته. درباره دلیل فوتش هم که خب ما میدونیم که به سرطان روده بزرگ مبتلا شده بود، بعد نیست به این نکته هم اشاره بکنیم. و خب این ماهای آخر هم پزشکا ازش قطع امید کرده بودن و تقریبا میشه گفت که مرگ خیلی باشکوهی هم داشت. خانوادش و دوستانش خداحافظی کردن باهاش در بیمارستان ساو پائولو در برزیل. درباره سوال شما هم بله، در حال حاضر بازیکنی که همچنان اگر بخوای با بازیکنیم پله رو مقایسه بکنی خیلی کوتاه، فقط مسی در حال حاضر که داره فوتبال بازی میکنه در
حد و قوارش بازیکنای دیگه‌ای که میتونن آینده دار باشن هنوز چیزی از خودشون نشون ندادن. به اعتقاد من کریستیانو رونالدو مثلا اصلا به هیچ عنوان در حدش نیست و خب بازیکنان اسطوره‌ای ما کم نداشتیم. مثلا میشه 20 تا 25 نفر رو مقایسه کرد که در سالهای گذشته دهه‌های گذشته فوتبال بازی می‌کردن و بعد از پله درخشیدن. اما به اعتقاد من معتقدم که پله، مسی و مارادونا کامل ترین بازیکن ها هستن که بین این سه نفر هم باز پله شاید از نظر فنی میتونست یه سر و گردن بالاتر از دو نفر دیگه باشه به خاطر قد و قامت بلندی که داشت و هدزن بود که دو بازیکن دیگه آرژانتینی نداشتن این قابلیت رو. افسوس بزرگی برای فوتبال دوستان در دنیا خواهد بود، یعنی هست مرگ پله و اینکه بالاخره اسطوره ها میرن و کسانی که مخصوصا اون سالها بودن و فوتبال پله و بکنباور و اوزبیو و این اسطوره ها رو دیدن قطعا حسرت میخورن. الان هم مارادونا رو از دست دادیم و شاید از اون جمع سه نفره الان فقط مسی مونده که در اون حد و قواره باشه. خیلی ممنونم حسین که در این گفتگو همراه ما بودی. بدرود.